سلام به همه آبیا اس اسیا, تاجیا به کانال خودتون خوش اومدید بازم یه بازی دیگه بازم یه برده دیگه آلمینیامو بردیم و رفتیم صدر جدول توی هفته هشتم رقابت دیگه برتر بعد به ایدار آلمینیوم میرفتیم تو ورزشگاه آزادی که بازم خانم‌ها توی ورزشگاه بودن و یه جو خفنی هم دوباره توی ورزشگاه ایجاد شده بود و نکته ای که قبل از مسابقه به نظر من خیلی جذاب و دیدنی بود این بود که اولا لباس بازیکنه هم خیلی خوشنگ بود یه صورتی همچین جیگری داشتن شبیه لباسی که مثلا پالرموی بوشه یا کیت سوم بارسلون و اینا خیلی خوشنگ بود و نکته دیگه اتفاقاتی بود که قبل از بازی افتاده بود و بازیکنای استقلال خیلی هاشون رفته بودن تخفیف داده بودن مثل خود نکونام به همراه بقیه بازیکن‌ها و با تخفیفایی که داده بودن باعث شده بودن که قرارداد بلانکو ثبت بشه و بلانکو بتونه این بازی رو بازی بکنه که خیلی میتونه به تیم کمک بکنه اما ترکیب استقلال بدون بلانکو چیده شده بود بازم سید حسین توی دروازه بود چشمی مرادمن سهرابیان دفاعمون بودن اگر بخوایم سیستم رو سه دفاعی فرض بکنیم سمت راست یامگا و سمت چپم جلالی جایگزین سلمانی شده بود توی خط آفاک هم که مهدی پور و مهری و رزاوند بودن خط حمله که به مهداد و آرمان رمزانی داده شده بود همه فکر کرده بودن که توی این بازی به بلانکو از اول بازی میده ولی جواد نکونام نشون داده که به بازیکن زمانی بازی میده که کاملا از نظر جسمی و فنی به تیم نزدیک شده باشه همونجوری که به مهداد اولش بازی نمیداد و بعد از چند هفته اونو فیکس کرد و دیدیم چقدر خوب بازی میکنه همین برنامه هم احتمالا برای بلانکو داده وقتی که من بازی رو دیدم و شروع, شروع بازی رو دیدم مطمئن بودم که آرمان و نیمه اول گذاشته که بازیکنهای تیم مقابل رو خسته بکنه و احتمالا دقیقه 60 به بعد بلانکو رو بیاره که دقیقا هم دقیقه 59 بلانکو رو وارد زمین کرد در مورد سیستم استقلال چیزی باید بگم استقلال سیستمش خیلی فلکسیبله یعنی میتونیم بازی استقلال رو 3 5 فرض بکنیم که چشمی رو دفاع فرض بکنیم با مرادمند و سهرابیان سه دفاعی وایسن و اون دوتا هافکمون یامگا هافک کناریا یامگا و جلالی برن و بیان و هسته تافک و دوتا ماج این دوتا میتونن بیان عقب به این دفاع وصل بشن و بشیم پنج دفاع و پنج سه دو بازی کنیم بعضی اوقات یه تغییر تر هم اتفاق میفته مرادمند و سهرابیان وای میسن روزوه از حالت دفاعی میره هافک دفاعی وای میسه و اون دوتا هم برمیگردن میان عقب اون موقع میشیم چهار یه لوزی وسط چهار دو چهار چهار دو بازی میکنیم و استقلال در طول بازی میتونه این سیستم رو تغییر بده بسته به نیازش بسته به شکل تیم مقابل و بسته موقعیت هایی که میخواد ایجاد بکنه نکونام در هینه بازی داره سیستم بازی رو عوض میکنه که به نظر من خیلی جالبه ثانیه 28 باز یه صحنه خیلی جذاب دیدیم مثل بازی قبلی یه آتش بازی که این دفعه آتش بازی به نظر من یه جذابیت ویژه بیشتری هم داشت اون هم این بود که دودی که درست کرده بودن تماشاگرای استقلالی آبی بود خیلی خوشگل بود یعنی این حمایتی که طرفدارا دارن میکنن و تو ورزشگاه اینقدر استقلال تهییج میکنن واقعا کمک میکنه اونجوری که بازی هوادار بازی دو هیچ باخت رو تونستیم سه دو برگردونیم تو این بازی هم با اتفاقات و بلاهایی که سرمون داور آورد باز تماشاگرا تونستن تیم رو تو بازی نگه دارن جلوتر دقیقه 5 و 45 اتفاقی که افتاد این بود که موقعیتی رو برای یه تصویری فریز شد نشون داد که تمام بازیکنهای آلمینیوم هر یازده تاشون تو نیمه نیمه خودشون هستن یعنی اگر زمین مسابقه رو به چهار قسمت تقسیم بکنیم تو اون یک چهارم نزدیک دروازه خودشون هر یازده تاشون داشتن دفاع میکردن و فقط داشتن یه جوری فشرده بازی میکردن که ما نتونیم بهشون گل بزنیم و همین جوری دیگه فشار ما ادامه پیدا کرد تصاویر داوری این مسابقه فوق‌العاده زیاده با و اشتباه وحشتناکی هم که داور آخری بازی کرد رو هم جلوتر نه توی ویدیوی دیگه کاملا بررسی میکنم مشکلات داوری رو از مشکلات داوری میگذرم یعنی نمیگم حالا مثلا میگم این اتفاق افتاده و میرم قسمت بعدی ولی این تحلیلشو که صحنه به صحنه بریم جلو رو میذاریم پس برای اون ویدیو چون دقیقه 6 تقریبا یه پنالتی مشکوک روی مرداد شد که داور نگیره حالا تو اون ویدیو میگم که نظر خودم چیه دقیقه 7 و 25 شده سنگین آرمان رمضانی زد که دروازه‌بان بسیار جوونه آلمینیوم تونه سوپ برگردونه دروازبانشون خیلی کلا سنش کم بود و گلی هم که خوردن به نظر من روی اشتباهی دروازبانشون بود ولی خب ریسکی بود که مربیشون سنی کرده بود و خب حالا ریسکشون به نظر من جواب نداد دقیقه دوازده یه شوت مهری زد که به نظر من همچین شوت جذابی نبود چون وقتی میخوای شوت به سمت دروازه بزنی یه ضرب خیلی خاص یه زاویه بندی خیلی خاص باید داشته باشه و مهری آدم اینجور شوتزنی این نیست مثل مرداد محمدی که با یه ضربه خاصی بخواد مشکل ساز بشه بقیه بازی باز دقیقه 14 دقیقه 20 دقیقه 22 همشون مشکلات داوری و خطاهایی بود که داور میگیره یه سری ها اشتباه بود یه سری ها درست بود ولی بالاخره همه چی روی داور میچرخید دقیقه 29 و 50 یه سانتر کردن آلمینیومیا روی دروازه استقلال و سهرابیان یه جوری با سر توپو رد کرد که دقیقا فرق آرمین سهرابیان با ایمان سلیمی بود. ایمان سلیمی که بازی با هوادار اشتباه کرد و توپو وارد دروازه خودمون کرد، اینجا یه کلاس درس براش بود از آرمین سهرابیان که توپو باید چه جوری دفع کنه و برگشت آرمین سهرابیان به دفاع ما و ترکیب اصلی العاده برامون خوشیون بود. دقیقه 32 05 هم خیلی برام جذاب بود. ورود تماشاگرای خانم به ورزشگاه باعث شده که تماشاگرای حالت دیگه تشویق میکنن ما که استادیوم میرفتیم همیشه عادت اینجوری بود که شما این بیزی بزرگ ورزشگاه آزادی رو در نظر بگیرین این این طرف بیزی مثلا میگفتن رو به رو آماده باش بعد که هماهنگ میشدن این ور مثلا میگفت استقلال این می میگفت سرور پرسپولیس الان اینطوری شده بود که آقایون همه بلند میگفتن است از اون ور صدای خانوما می اومد سرور پرسپولیس خیلی جذاب بود یعنی من واقعا این صحنه رو دیدم خیلی خوش آمد و جالبه که فقط چهار دقیقه بعدش استقلال به گل رسید یعنی اون فازی که تماشاگرها ایجاد میکنن باعث میشه که تماش... ها خیلی تهیج بشن و خیلی قشنگتر بازی کنن چهار دقیقه بعد یه سانتر قشنگ از سعید مهری که سانتراش واقعا خوبه و ضربه سر آرمان رمضانی آرمان دوست داشتنی بازم برامون گل زد و از اون خوشحالی با غیرتی که انجام میده اون رگه گردنی که کلف میکنه برای استقلال یه حس و حال خوبی بهمون داد و تونستیم بازی رو تونیم اول یکی هیچ ببریم نیمه دوم که شروع شد دقیقه فکر میکنم 55 بود که آلمینیوم و یه توپ خیلی تودر خیلی, خیلی خوب دادن برای تبریزی که تو موقعیت آفساید با سیتوسین حسین تک به تک شد و حسین با یه حرکت شماخری زد تبریزی رو ترکون ولی خب چون آفساید بود داور خب از اون صحنه گذشت چون تعویض ضربه سرش رو زد و اون برخودی که به هم داشتن هم میتونست به 3-2 این کارت بده هم پنالتی بگیره ولی چون قبلش آفساید بود از این صحنه گذشت و چند دقیقه بعد بلانکو دقیقه 58 وارد بازی استقلال شد آرمان بیرون اومد و بلانکو وارد زمین شد فقط دو دقیقه از ورود بلانکو گذشته بود که روزبه چشمی شبیه همون پاسی که بازی با اردن به مرداد محمدی داده بود و اینجا به مرداد داد و مرداد رفت که تک به تک بشه ولی چون بلانکو تازه اومده بود اومد که به بلانکو پاس بده که بلانکو دروازه خالی رو بزنه که پاس خوبی مرداد نداده یه جورای بهترین موقعیت نیمه دوم اون از بین رفت و ما نتونستیم بزنیم شاید مرداد این از خودگذشتگی رو نمیکرد و ضربه آخر خودش میزد خیلی برامون بهتر بود و میتونستیم بازی رو دو هیچ کنیم و خیالمون رو راحت کنیم بعد از اون دقیقه 78 یه جنجال خیلی عجیب و غریبی که بازیکنان بسیار وحشی آلمینیوم یه بازیکنی به اسم هاجی ایدی نمیدونم خیلی وحشی بود یعنی افسار پاره کرده بود یعنی به نظر من اینو بعد یه جا ببندنش خیلی آدم خطرناکیه سرش هم شکسته بود توری رو سرش بود فکر کنم دیگه خون به مغزش نمیرسید کلا مغز نداشته حالا اگرم داشته دیگه کار نمیکرد. اصلا یه فن کمری زد به مراد من اصلا همه شک شدیم این داره چی کار میکنی که حالا میگم تو ویدیوی داوری مفصل بهش میپردازیم و داور تو این صحنه دیگه کلا بازی از دستش در رفت دقیقه 78 بود 4 دقیقه بعدش هم مرادمند و به اشتباه اخراج کرد که دیگه واقعا بازی رو برای ما به هم زد که وقتی این میگم این حماقت داوره این مهدوی نمیدونم چی مهدوی اسم چی چیه بازی با به ضرر ما سود زد یکیچ بردیم این بار هم تمام تلاشش کرد که ما نبریم بازم بردیم بابا تو خیلی داری تلاش میکنی ما نبریم خسته میشی یا انقدر به ماهی بعد ما ما فشار بیاد که بازی رو با وجود تو دو داوری ببریم این داور رو واقعا برای استرون نذارن دفعه بعدی یه جور دیگه شرمندگیش در میای ما خیلی دارم خودم کنترل میکنم از الفاظ کداری که حقش استفاده نکنم چون واقعا خیلی بد داوری کرد یعنی صحنه 70 دقیقه 78ش بمونه دقیقه 82 اصلا نفهمیدم مراد بنده برای اخراج کرد و استقلالی که ده نفره شد مجبور شد سیستم رو تغییر بده سلمانی رو که سلمانی رو جای مرداد آورد نکونام دو دقیقه بعد از اخراج مرادمند و سلیمی رو آورد جای رضاوند یعنی عملا یه مهاجم رفت بیرون یا هافک و یا هافک رفت بیرون یه مدافع اضافه شد سیستم استقلال شد 4 4 1 یا 5 3 1 یعنی کلا دیگه ما مجبور شدیم چند دقیقه آخر رو دفاع بکنیم و بعدم جالبه 6 دقیقه وقت اضافه گرفته بود خب این جنجالا قبلش بود یعنی دقیقه 82 83 جنجال شد و قبل ترش و تو گفتی 6 دقیقه وقت اضافه است چرا 6 دقیقه رو کردی 10 دقیقه بعد 10 دقیقه رو هم 11 دقیقه میگیری مرض داری یعنی تمام تلاش کرد که استقلال تو اون دقیقه گل بخوره دیگه از رو رفت واقعا یعنی 10 دقیقه رو هم 11 دقیقه و 24 ثانیه گرفت دید نمیتونن آلومینیوم گل بزنن از رو رفت که سوتو زد نه هی میخواست ادامه بده یه اتفاقی بالاخره بلای سر استقلال بیاد واقعا متاسفم هم برای همچین داوری یعنی کمیته داوران نمیخواد این آدم احمقو مثلا محرومش بکنه تو ویدیو داوری کامل ریز بریز من توصیه میکنم حتما بازی رو ببینید و اون صحنه داوری هم که با هم بررسی میکنیم ببینیم به ما حق میدین خیلی بد داوری کرد یعنی شرافت خوب چیزیه یعنی نمیدونم پول میگیرن یا مثلا کورن یا نمیدونم واقعا یعنی هی میخوایم فرض رو بر این بذاریم که داور آدم های بعضی اوقات اشتباهی میکنن که آدم یک آدم سالم که این کارو نمیکنه یعنی یه حدی داره بالاخره اشتباه کردن تو ادامه بازی دقیقه 92 یه حرکت تیمی کردیم و یه موقعیت پلانکو یه پاس اوری به خیلی قشنگ داد که یکم بازیکن آلمینیوم خیلی فداکانه تکل قشنگ زد و نذاشون تو وارد دروازه شون بشه و کرنر شد و دقیقه 97 هم یه موقعیت استثنایی برای آلومینیوم پیش اومد که سانتریگی کردن از همه مدافعان ما رد شد از روسر سلیمی هم که تازه وارد زمین شده بود رد شد و ضربه بازیکن آلمینیوم به تیر دروازه خورد و برگشتش رو حسینی گرفت که توی اون صحنه واقعا به نظر من شانس آوردیم و لحظه که ببین اگه مرادمن تو زمین بود این موقعیت پیش نمیاد. چون اصلا این سانتری که کردن سلیمی اشتباه جایگیری کرد که تو با بالا سرش رد شد و روزبه بعدش حسابی شاکی شد و سرش داشت داد میزد هم سر سلیمی که اشتباه جایگیری کرده بود هم سر اون کسی که نرفت رو پای بازیکن که سانتر بکنه و حسابی روزبه داشت حرس میخورد از دست بازیکن اگر مراد من تو زمین بود این اتفاقا برامون نمیافتاد اما به هر حال اون توپ گل نشد و ما تونستیم یکی رو ببریم با تمام اشتباهاتی که داور بر علیه ما کرد و وقت اضافه گرفت و همه تلاشش کرد نتونست کاری بکنه که ما آلمینیوم نبریم جالبه که پرسپولیس با کمک داور گل آفساید آلمینیومو میبره ما آلمینیوم رو یکیچ میبریم ولی داور تمام تلاشش رو میکنه که ما رو نبریم یعنی حتی تیممون رو ده نفره میکنه به اشتباه حتی وقت اضافه میگیره ولی بازم ما میبریم چرا چون ما استقلالیم